رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح میدان هوایی خست گفت ترس از سقوط نظام وجود ندارد و نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر طالبان نیستند. آقای غنی افزود حکومت حاضر به مذاکره است اما طالبان با جنگ طلبیش ادامه داده. او خطاب به طالبان گفت برای کی می جنگید؟ اگر به افغانستان متعهد هستید باید تعهد کنید که خط دیورند را نمی پذیرید. بیشتر در گزارشی از همکارم محمد اسلام بهنوش. میدان هوایی خست و صحبت‌های رئیس جمهوری، مخاطب ما طالبان است. آقای غنی اینجا میگوید در دو میدان مبارزه کرده، خروج نیروهای آمریکایی و رسیدن به صلح. آمریکایان می پیزت لده خور نه وستل کنه کمرز ما اولی چه دوی پاتیسی. او گفت بیشترین کار در راستای رسیدن به صلح از سوی حکومت او صورت گرفته، اما این طالبان است که بر طبل جنگ میکوبد، جنگی که به گفته او روزانه 200 تا 600 نفر قربانی میگیرد و ملامتی آن به گردن طالبان است. او خطاب به این گروه گفت حالا برای کی می جنگید و اگر به افغانستان متحد هستید به خط فرضی دیورند و مداخله دیگران نبگویید و به میز مذاکره برگردید. میزی که به گفته رئیس جمهوری حکومت هنوز به آن پابند است و طالبان از آن شانه خالی می کنند. افغانستان دی پارا جنگی گی یا غوالی سید افغانستان دی نور الله اسلام دی راستی که افغانستان باندی مینی ما سرش منو که چی دی دوران کرکم ندمانلی ما سرش منو که چی افغانستان لطالور لاری نه بیا پلی هم لاری نه بطلوی. در هیاهوی واگذاری ولسوالی ها به دست طالبان، رئیس جمهور غنی یک پیام به ستون پنجمی های داخل نظام دارد. حوصله و تحمل به آخر رسیده. او همچنان خطاب به مردم گفت روز روز استادگی است برای صلح، استقلالیت و همدیگر پذیری. در غیر آن، شش نسل دیگر مسئولی وضعیت بجامانده خواهیم بود. عود نظام منز که حق خلق چل داخل نتخریب کهی پس لده نبه چوک صبر ورته نکی تحمل بنه لری خودی سی چه هر توک چی دی که اون نداره در سبب مخونه توری موگه پا خروبانده بچه پا نگرزه و مگر ولس به مخونه تور کی. دیروز اما طالبان اینجا گفت حکومت مسئول شدت گرفتن خشونت هاست، البته با نادیده گرفتن طرح صلح این گروه، رهانه کردن زندانیان باقمانده طالبان و حذف نشدن نام اعضا و رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل. موردی که از دید برخی ها طالبان آدرس آن را اشتباه گرفتند. سازمان ملل بیای روی موضوع لیست سیاه با گروه های تروریستی گپ بزنه، اما قربانی از این نباید شهروندان افغانستان باشن. وقتی که در لیست سیاه سازمان ملل هست، شهروند افغانستانی چی گناه کرده که اینا بیا قربانی شوند و هر روز تلفات بتن؟ همزمان با بیرون شدن امریکایی ها از کشور، ترافیک سیاسی در دهلیس های کشورهای همسایه و منطقه بالاست. طالبان با رفتن به تهران و مسکو به دنبال جذب رقبای واشنگتن در معادلات سیاسی آینده است. بازیگرانی که همین چند ماه پیش به بازگشت امارت نگفتند و برعکس از جمهوریت حمایت کردند. این کشورها دولت با همه ضعف و ناتوانیش ترجیح خواهند داد. البته با تغییرات، با تعدیلات و با یک سلسله به اصطلاح تغییرات اساسی برای ازی که مشمول دیگرها هم شوه. و امارت اسلامی را اینا مخالفت کردن، واضح گفتن که ما امارت طرفدارش نیستیم. با این حال برخی ها ما نسبت به این سفرها خوشبین نیستند. به باور آنان سفر هیئت‌های طالبان به کشورهای منطقه میتواند بعد دوامدار شدن جنگ جاری بیانجامد، اگر حکومت نتواند اجماع منطقه‌ای را در مورد صلح شکل دهد. برای بحث بیشتر روی مسائل جاری در کشور، همکنون آقای محمد حسین جعفریان را از طریق اسکایپ از ایران با خود داریم. آقای جعفریان، تحولات میدانی افغانستان را در حال حاضر چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آنچه از نوع حرکت و حضور طالبان در مناطق مختلف کشور برمی‌آید چیست و چه استراتژی ها و اهدافی از جانب طالبان و همچنین حکومت افغانستان دنبال می شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در این مورد اگر بخوایم وارد جزئیات بشیم، اختلاف استراتژی که طالبا عکس کردن با اون چیزی که دولت مدعیش هست بسیار متفاوت. اما اگر از یک پنجره کلانتر به موضوع نگاه بکنیم، به نظر نمیاد که خیلی خواسته های دو طرف متفاوت باشه، به این معنی که آقای بطمر چند روز پیش اعلام کردن که 80 مرسپانی در سرتاسر افغانستان به دلیل تخلیل از قبل برنامه ریزی شده به تصرف جنگجویان گروه طالبان در اومده و نه اینکه طالبان با جنگ بر اونها مسلط شده باشه. این ادعای عجیبیه که از اون سو هم یه پاسخ عجیب‌تر گرفت وقتی که آقای حقانی از سمت طالبا مدعی شد که تصمیم سقوط برخی ولسوالی ها رو نداشتیم اما به گونه مسالمت‌آمیز به دست ما افتاد. خیلی عجیبه این دوتا اظهار نظر. این شما ببینید طالب میگه ما نمیخواستیم ولسوالی ها رو بگیریم، بعد به صورت مسالمت‌آمیز افتاد دست ما. آقای اطمر هم میگه که ما تخلیه از قبل برنامه‌ریزی شده کردیم، طالب ها اینا رو با جنگ نگرفت. حالا این دوتا رو مقایسه بکنید با خبرهایی که از بدخشان تو این چند روز شنیدید. ولسوالی هایی که در اونجا سقوط کرده مثل بخان و مثل شکه و مثل درواز و مردم منطقه مثل مایمه و اینا مدعی هستند که بعضی وقتا شده که دو روز بوده نیروی دولتی رفته تازه بعد طالب وارد شده، یا بعد از اینکه دو روز بوده طالب اومده چهرهای سرشناس طالب با مردم بومی تماس گرفتن و از اونا جویا شدن کدام فرماندهی طالب و چه وقت ولسوالی رو گرفته. میخوام از این بحث این نتیجه گیری میکنم. به نظر میاد که یک اتفاق سومی، یک دست سومی در کار هست که هم طرف طالب ازش مطلع، هم طرف دولت. طرف طالب هم میگه ما مسلمت‌آمیز گرفتیم، طرف دولت هم میگه ما اینا رو تخلیه کردیم. خب چرا تخلیه کردیم؟ طالب که میگه حمله نکردیم، ما مثلا نمیخواستیم اصلا بگیریم. آقای جعفریان فکر میکنین چرا همچین سیاستی وجود داره و در پی چی هستن کسایی که سیاست اعمال میکنن؟ پاسخ دادن به این سخت، نیاز به اطلاعات پشت پرده داره، اما همونقدر میشه فهمید که این اتفاق عادی نیست. این روال یک جنگ معمول کلاسیک یا حتی چریکی نیست که دو تا گروه دشمن با هم دیگه دارن. گویا یک اتفاقاتی داره میفته که نه مردم افغانستان چندان ازش مطلعن و نه حتی کشورهای همسایه و منطقه. آقای جعفریان، نیروهای خارجی همونطور که شما میفهمین از افغانستان دارن خارج میشن و جبهه مقابله با طالبان هم اکنون شاهد حضور پررنگ نیروهای مردمی و فرماندهان جهادی سابق هست. حالا شاهد شکلگیری جبهه کلانی در جانب نظام در مقابل طالبان هستیم. این موضوع فرصتها و تهدیدهای متعددی را فراروی کشور قرار میدهد. با توجه به عوامل زیردخل، آینده سیاسی امنیتی افغانستان چگونه رقم خواهد خورد با باور شما؟ من فکر میکنم بسته به اینکه با این خیزش‌های مردمی نظام حاکم بر افغانستان چطور برخورد بکنه، خیلی از اتفاقاتی که ممکنه بد باشه و دردسرساز باشه برای جامعه افغانی ممکنه بعد از این رخ نده. اما شما دقت بکنید وقتی صحبت میکنید از خیزش‌های مردمی و میگید شاهدیم که یک جنبش کلان در کشور راه افتاده، شما دارید بیشتر در مورد جغرافیای شمال صحبت میکنید. این خیزش‌های مردمی بیشتر در شمال افغانستان ما شاهدش هستیم. در جنوب افغانستان خبری از خیزش‌های مردمی نیست. خوبه به این سوال پاسخ داده بشه چرا این اتفاق بیشتر در شمال هست. نکته دوم این که چرا دولت همزمان با طالبا از این خیزش‌های مردمی استقبال نمی‌کنه؟ یعنی الان هم طالبا ناراحتن و هشدار دادن نسبت به خیزش‌های مردمی و مقاومت‌های مردمی و هم صداهایی از داخل دولت شنیده میشه که با این خیزش‌ها خیلی همسو نیست. الان آقای اسماعیل خان در غرب در حالی که تمام ولسوالی‌های ولایت حرات سقوط کرده، گمرکات ترقندی و اسلام قلعه رو طالبا گرفتن، تفنگ گرفته، مسلح داره می‌کنه نیروهاش رو تا از منطقه دفاع بکنه. خب همه افکار عمومی منتظر بود که رئیس جمهور زنگ بزنه. ایشان یه چهره جهادی قدیمیه، در همین دولت هم، دولت بعد از سقوط طالبان،
در دوره آقای کرزی وزیر بوده، بهش اعتماد هست، آدم وفاداری هست، هم منتظر بودن رئیس جمهور تماس بگیره استقبال بکنه. آقای جعفریان فکر میکنین که چرا رئیس جمهور غنی از خیزش های مردمی، کلن نظام از خیزش های مردمی حمایت نکرد؟ بحث هم همینه که آیا نظام حاکم بر افغانستان خیزش های مردمی رو یک فرصت میبینه یا یک تهدید. من به نظرم هنوز تردید داره دولت افغانستان که با این قضیه چطوری برخورد کنه، و این تردید اگر که به سرعت اینا تصمیم میشون نگیرن برای مردم افغانستان گران تمام خواهد شد. شما شاهدین که یک نماینده مجلسی رفته در تخار که در اونجا نیروهاشو جمع بکنه با طالب بجنگه، در اینجا متهم میشه که آقای عبدالله بیگ متهم میشه که غیرحاضری کرده و قفلت کاری داره و توبیخ میشه، در حالی که در اینجا مجروح شده. یا به همین ترتیب مثال اسماعیل خان که براتون زدم، به نظر میشه در کابل کسی از این خیزش ها استقبال نمی کنه. تکلیفش باید دولت کابل معلوم بکنه. اگر میخواد از این هر برتن نجات پیدا بکنه، تنها راهش چنگ زدن به قدرت مردم و ایستادن کنار اونهاست. اگر این بازی دو سره بخواد ادامه پیدا بکنه، مردم اعتمادشون رو به دولت از دست میدن و اون موقع ممکنه به اتفاقات خطرناک دیگه بیفته. یه نکته دیگه هم که در مورد خیزش های مردمی هست اینه که زودتر باید نسبت به سامان دادن اینها تلاش بشه. چون آقای جعفریان به عنوان سوال آخر اگه جواب بدین، با خروج نیروهای غربی شاهد فعال شدن کشورهای همسایه و منطقه در حوزه تحولات افغانستان هستیم. این فعالیت ها تا چه حدی با نظام سیاسی موجود همخوان و هماهنگ است؟ چه عواملی در سیاست های احتمالی این کشورها در قبال افغانستان تأثیر گذار بوده و هست؟ به صورت کوتاه اگه پاسخ بگوین. شما سوال ها را روی کاغذ میخونین، جواب من دنبال نمیکنین. فقط اون قبل من تمام بکنم، این خیزش های مردمی اگر سر نداشته باشه، فرمانده ها معتمد دولت نباشن و بالعکس به در بسته خواهد. برای سوال بعدیتون در کوتاه‌ترین شکلش اینه که آقای غنی تمام تخم و مرغ‌هاشو در سبد امریکایی ها به ناتو چین. حالا این گروه از افغانستان رفته، در طولی که ناتو در افغانستان بود روابط ایشان با همسایگانش بسیار تیره شد. من میتونم بگم به طور مشخص مثلا با ایران شاید در طول 250 سالی که 300 سالی 400 سالی که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل در جغرافیای جهان ظاهر شده، هیچ وقت روابط افغانستان با تهران اینقدر تیره نبوده. بنابراین روی حمایت از همسایگان هم کمی آقای غنی مردد هست، میتوانه این حمایت رو داشته باشه یا نه. بهتر هست که این اتفاق بیفته، چون روابط دولت با دولت هست که نجات میده این وضعیت. تشکر از شما آقای محمد حسین جعفریان برای بحث در این مورد.